این روزها اختلاف در ایران بر سر این است که کدام جناح از خط آیت الله خمینی یا خط امام دور شده و کدام وفادار مانده است چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است خب در حضور دکتر محسن میلانی استاد علوم سیاسی و رئیس دانشکده امور بین الملل دانشگاه فلوریدا جنوبی هستیم آقای میلانی از اندیشمندان حوزه مطالعات انقلاب 57 هستند و کتاب شکلگیری انقلاب اسلامی از سلطنت تا جمهوری اسلامی از جمله کتابهایی است که دانشجویان در آمریکا، اروپا، ژاپن، کانادا و ایران موظف به مطالعه اون هستند. آقای میلانی ده مقاله و کتاب درباره ایران داره. آقای میلانی درود میفرستیم به شما در تمپای فلوریدا. خیلی ممنونم با عرض سلام خدمت شنوندگان و بینندگان و عزیز صدای آمریکا. آیا دکتر میلانی سی و یک سال پیش در این روز کجا بودید و چه فکر میکردید؟ والا سی و یک سال قبل من در این روزهایی در دانشگاه جنوب, فلور... جنوب کالیفرنیا برنامه دکترهای خودم رو شروع کردم و یکی از در آن زمانی که از طرفتارهای پاپرغرس انقلاب اسلامی در ایران بودم انتظار داشته دعای دکتر که انقلاب به این سرعت رخ بده در اون زمان؟ حقیقت رو بهتون بگم نه خیر من تا چند ماه قبل از سقوط, جم... سقوط رژیم پهلوی فکر نمی کردم که تغییرات به این عظیمی به وجود بیاد در ایران و فکر نمی کردم که شاه هم به این سادگی از سلطنت پیاره بشه شما ای میلانی در کتاب خودتون می انقلاب 57 گواهی بود بر هر دو توفیق و شکست مدرنیزاسیون شاه توضیح بدید منظورتون چیست؟ انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد واقعا یکی از مردمیترین و یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی نیمه دوم قرن بیستم بود نکته که من تو کتاب بهش اشاره می اینه که اشتباه بزرگی که در زمان پهلوی اتفاق افتاد اینه که ایران لحاظ اجتماعی و یه مقدار زیادی از لحاظ اقتصادی رشد کرد ولی شاه ایران آماده نشد، حاضر نشد که سیستم سیاسی ایران رو باز بکنه و اجازه مشارکت سیاسی اقشار و طبقات مختلف رو بده و به خاطر همین من معتقدم که انقلاب ایران در سال 1357 اتفاق افتاد یعنی در حقیقت انقلاب ایران مثل تمام انقلابات دیگری که از زمان انقلاب فرانسه از 1789 اتفاق افتاده در حقیقت درخواست خواست اخشار مختلف برای باز کردن پروسه سیاسی و مشارکت اخشار و طبقات مختلف هست و هر موقعی که ما توی جامعه ای این تضاد بین رشد سیاسی و رشد اقتصادی باشه پتانسیل انقلاب در این جامعه به نظر من زیاده آقای میلانی معلف ها اشاره کردید به برشک بحث انقلاب پنج و هفت معلفه های یک انقلاب چیست از منظر شما و دوست دارم به این نکته اشاره بکنم آقای دکتر عبدالکریم سروش دیروز در صحبت های اشاره می کرد که انقلاب پنج و هفت رهبران انقلاب پنج و هفت فاقد یک تئوری برای انقلاب بودند حالا من صحبت ایشون رو گوش ندادم نخوندم بنابراین درباره ایشون نمیتونم من صحبت بکنم ولی در رابطه با انقلاب 1357 من فکر میکنم که اگر برنامه ای نبود انقلابی به وجود نمی آمد برنامه بود برنامه هم خیلی دقیق بود اینکه آیا ما حالا با این برنامه ما فقط میکنیم یا نه اون یک امر دیگه یعنی ما در زمان 1357 قبل از انقلاب یک رهبری واحدی بود آقای آیت الله خمینی رهبر این انقلاب بود ایشون هم یه برنامه خیلی دقیقی داشت برنامه دقیقش این بود که حکومت سلطنت باید از ایران از بین بره و گروه های مختلف ملیگره ها،, ها، چپیها، ها، غیر مارکسیستا همه در یک چیز واحد بودن اینکه رژیم شاه باید از بین بره اما اینکه چه نوع حکومتی باید بعد از اون انقلاب بیاد موافقتی سر این نشده نشده بود و اگر شما انقلابات دیگر هم که نگاه بکنید تقریبا همین اتفاق میفته یعنی انقلابیون معمولا موافقتشون بر این نیست که چه حکومتی باید به وجود بیاد موافقتشون در این چه حکومتی باید از بین بره بنابراین اگر به دقت شما به نوشته های آقای آیت الله خمینی نگاه کنید از سال 1970 که ایشون کتاب حکومت اسلامی خودش رو نوشت ایشون با یه برنامه دقیق داشت میرفت جلو و اون برنامه دقیق هم تا این مقدار زیادی در ایران پیاده شد نکته که بحث هست اشاره کردید که بسیار اعتقاد دارن غیر از گروه های چپ در اون دوره کمتر گروهی بود که سراحتا به دنبال تغییر اساسی یعنی فرو ریختن سیستم باشه این نکته رو چطور میبینید؟ تا اونجایی که من مطالعه کردم در زمان یعنی سال یک سال آخر انقلاب یعنی سال 56 و 57 گروه های چپی که خب خواهان سرنگونی بودن خود آیت الله خمینی هم از سال 1970 زمانی که ایشون کتاب حکومت اسلامی رو نوشت با دقت گفته بود که باید حکومت پادشاهی از ایران از بین بره و یک حکومت اسلامی به وجود بیاد ایشون تو نوشته خودشون به دقت میگه که این حکومت اسلامی حکومت جمهوری نیست یه حکومتیه که تعریف ازش میکنه حکومت اسلامی حکومت قوانین اسلامیه شما میتونید با این مخالفت بکنید ولی این که بگید برنامه ای نبود به نظر من یک مقداری تاریخ و دوباره نوشتنه برنامه ای بود حالا این برنامه دقیقا اونطوری که ایشون میخواد انجام نشد چون گفته آقای خمینی سال 1970 حکومت اسلامی بود ولی بعد از اون که رژیم پهلوی از بین میره حکومت اسلامی آقای خمینی تبدیل میشه به جمهوری اسلامی شما با این موافقید که همونطور که اشاره کردید انقلاب کبیر فرانسه و موارد دیگری که در طول تاریخ رخ داده معمولا یک فکر فلسفی در واقع ریشه شکلگیری انقلاب و تحول بوده ولی در مورد انقلاب 57 چون این چیز یعنی تئوری نگاهی به جلو وجود نداشت در واقع اون چه که شما هم اشاره میکنید آیت الله خمینی در پی بازگشت به دوران طلایی صدر اسلام بود نگاهی به جلو وجود نداشت تا یه مقداری درسته یعنی انقلاب ایران رو موقعی که شما با انقلابات دیگه انقلاب فرانسه انقلاب روسیه 1917 انقلاب چین 1949 مقایسه میکنید و با انقلابات دیگه یک یکی از مشخصات این انقلاب اینه که ما سعی کردیم به عقب برگردیم ولی این یه قسمتی از انقلاب بود ببینید در انقلاب 1957 سه تا شعار و عمده بود استقلال آزادی جمهوری اسلامی این سه تا شعاری که من بهش اشاره کردم چهار نکته اصلی توش بود استقلال یعنی به خاطر اینکه انقلابیون فکر میکردن رژیم شاه خیلی زیاد به آمریکا نزدیک شده میخواستن لحاظ سیاست خارجی ایران استقلال پیدا بکنه به نظر من تو این سی سال تا یک مقداری زیادی جمهوری اسلامی تونسته این خواست انقلاب رو به جلو ببره آزادی قسمت دوم بود که آزادی هم خب مفهومش این نیست که هر مرج باشه. آزادی به مفهوم این که سیستم سیاسی رو باز کنن، مشارکت ملی باشه. قسمت سومش جمهوری اسلامی. نکته جالب جمهوری اسلامی اینه که این دو تا فلسفه پشت بود. یکی فلسفه اسلامشه، یکی فلسفه جمهوریه. یعنی اگر ما این سه تا شعار رو به دقت بهش نگاه کنیم، پنجاه درصد این شعارها در رابطه با آزادی بود. استقلال خوب بذارید کنار میمونه آزادی و جمهوری اسلامی جمهوری بدون آزادی مفهوم نداره بنابراین پنجاه درصد خواست انقلاب ایران به نظر من آزادی بوده و امسال بعد از سی یک سال اگر شما به جنبش سبز نگاه بکنید اگر به خواستهای رهبری جنبش سبز در داخل کشور که با رهبری جنبش سبز در خارج خیلی فرق داره اگر به اونها نگاه کنید به نظر من میشه این رو گفت که خواستی که رهبری جنبش سبز آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای آه آه حاشمی رفسنجانی و دیگران دارن در حقیقت خواستیه که سی و یک سال قبل در انقلاب ایران اکثریت ملت خواستار بودند. بنابراین خواست این جنبش به نظر من خواستیه که 31 سال قبل میلیون ها ایرانی آزادخوا، آزادمنش به طرفداری ازش حکومت پهلوی رو از بین بردن